آندرفور رسموسن منشی عمومی ناتو در یک سمینار ناتو براز سه‌شنبه در واشنگتن گفت ائتلاف با وجود اعتراضات خشونت بار که در آن 4 سرباز آمریکایی کشته شدند باید قوی بماند. ما اجازه نخواهیم داد که افرادگرایان عزم ما را ضعیف سازند. ما همچنان دوش به دوش با شرکای افغان خود می ایستیم و چشم از هدف مشترک خیش دور نخواهیم ساخت. ما در افغانستان هستیم به منظور ایجاد ثبات و امنیت برای مردم افغانستان که در جهت منافع و امنیت خود ماست. دو تن از جمع 4 سرباز آمریکایی طی خشونت‌ها در دفتر کار خود به ضرب گلوله در هفته گذشته کشته شدند. رسموسن گفت این حملات عدم همکاری در مقیاس بزرگ بین کارمندان ناتو و نیروهای امنیتی افغان را منعکس نمی‌سازد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و مقامات عالی رتبه نظامی ایالات متحده به خاطر حدک حرمت به قرآن عذرخواهی کرده اند. هیلری رادم کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده روز گذشته به خاطر یک هفته مظاهرات مرگبار ضد آمریکایی و قتل دو تن از اعضای خدمات ایالات متحده از مأموریت آمریکا در افغانستان دفاع نمود. این یک تعهد خاتمه ناپذیر است، ولی از لحاظ حضور ما در افغانستان باید بگویم که هر دو طرف با پیشرفت‌های روی اصل دلایل پرنسیپ در عملیات خارجی که امنیت است نایل شده ایم. ما قادر شده ایم تا دهشت‌افکنان را به ویژه اسامه بن لادن و پناهگاه امن القاعده را هدف قرار دهیم و پیشرفت‌های در کمک رسانی به مردم افغانستان نیز داشته ایم. لیان پینیدا وزیر دفاع آمریکا به هیئت موظف در مجلس سنا گفت ما هنوز در افغانستان داخل جنگ هستیم و هنوز علیه دهشت افغانی مبارزه می نماییم. اگر در فتح سومالیا، یمن و در شمال افریقا و جاهای دیگر نیست، اما هنوز هم گسترش سلاح‌های ذره‌ای و تکثیر سلاح کشتار جمعی در جهان وجود دارد. ایران و کوریای شمالی ثبات جهان را تضعیف می‌بخشند. هر یک از حوادث و ناآرامی‌ها در شرق میانه می‌تواند برای ما محور چالش‌ها را تشکیل بدهد که با همچو تهدیدهای برای حفاظت مردم آمریکا مسئولیت داریم و باید با آن مبارزه نماییم که کار آسان نیست. وی اضافه کرد که وی نزدیک به 1.5 تریلیون دلار از بودجه وزارت دفاع را می‌تواند کاهش دهد، اما حتی 1 سنت بیشتر از آن محدوده را نخواهد کاست. If we are to protect the American people.